آیا آقایان ناصحان، دانایان، فیلسوفان شهیر، شارحان تاریخ، ما به خود بد کردیم. بپذیرید که ما آنچه نباید کردیم. ما به قمری، به درخت و به میراث زمین و به حیثیت این سیاره و به منظومه شمسی حتی بدتر از بد کردیم. عاقبت آنچه نشاید کردیم. دوره دیو و دد است. حال تاریخ بد است. عرض ادب و احترام دارم به شما همینان عزیز و ارجمندم. امروز جمعه است. امروز جمعه است. انتخابات پارلمانی در اتحادیه اروپا کلید خورده. تا یک شنبه ادامه داره. اولین کشوری هم که مردم در انتخاب نمایندگان شرکت کردن هلند بود. به تدریج در کشورهای دیگه تا یک شنبه شب و تکلیف روشن میشه، نوزا بسته میشه در کشورهای مختلف، از جمله در آلمان که انتخابات مهمی در پیشه. خوشبختانه جنبش ملی ایران زن زندگی آزادی دوستان زیادی پیدا کرده در دستگاه‌های قانون‌گذاری کشورهای مترقی دنیا، دوستانی که به موقع پشت سر این جنبش بودند و تعهد کردند که از این جنبش حمایت پشتیبانی کنند و ایران رو متحد، مردم ایران رو متحدان واقعی مدنیت و تضمین زندگی آزاد در دنیای امروز می‌دانند. این اتفاق فوق‌العاده است، اتفاق مهم است. همین ساعت پیش 12 تن از قانونگذاران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا نامه نوشتن به بایدن، همینطور نامه خطاب به خزانه داری آمریکا، وزارت خارجه آمریکا، و محکوم کردند کسانی رو که در دستگاه قضایی ایران برای توماج صالحی پرونده سازی کردند، این احکام شداد خلاص رو صادر کردند، خواهان تحریم اونها شدند. فوق‌العاده بود بیانیه‌شون، نشون میده که ما تنها نیستیم. متاسفانه اما پاره از رهبران جهان، پاره از دولت‌ها به ملت ما جفا کردن. یکیش از همین ایالات متحده آمریکا بود. ما امروز متوجه میشیم که چقدر حمایت و پشتیبانی عادت‌های بزرگ برای ما اهمیت داره. چقدر مهمه که جهان آزاد از مردم ایران حمایت و پشتیبانی بکنه. متاسفانه در آمریکا دریغ شد. برعکس حرکت در سمت مماشات بود با حکومت جمهوری اسلامی برای حفظ وضعیت موجود تا انتخابات، یعنی همه به قصد از دست ندادن رأی بوده و لاغیر. سرنوشت یک ملت اهمیتی نداشته. در پاره ادوار در ایالات متحده آمریکا سرنوشت مردم ایران اهمیت پیدا میکرد، لحاظ میشده در منافع ملی. چرا؟ چون مردم ایران متحد واقعی جهان آزاد بودن، جهان غرب بودن. و متاسفانه این امر مهم رو ادمینستریشن فعلی آمریکا درک نکرد. ببینید جمهوری اسلامی خودش ترکیبی از مجموعه ضعف‌ها و ناتوانی‌هاست. خود حکومت اسلام یک حکومت مندرس از کار افتاده که به این عصر دولت تعلقی نداره. یه نسل منقرض دارن در ایران فرماندهی و رهبری میکنن، نسل منقرض، نسلی که قاعدتا باید 700 سال پیش از کره زمین محو شده باشه با این افکار و اندیشه ها. اغلب کسانی که در رأس قدرتن، نهادهای مهم رو احراز کردن، خب کسانی هم که 90 سالگی رو پشت سر گذاشتن و اینا دارن بر نسل جوان ایران حکومت میکنن. نسل آزادی خواه دنیای امروز رو خوب میشناسه و میدونه برای آینده ایران چی میخواد. 7000 نیروی سرکوب رو بسیج کرده نیروی انتظامی، 7000 نیروی سرکوب بسیجی زن و مرد، اینا رو راهی شمال ایران میکنن. فصل گرما فرا رسیده، مبادا دخترها و پسرهای ما که بیرن به صحرای شمال بعد از تحمل این همه فضای خفقان آور و غیر قابل تحملی که حکومت
برای این مردم پدید آورده. میخوام برای چند روزی استراحت بکنن، آسایش امنیت رو از اونها بگیرن. معاون فرمانده نیروی امتصاد تاکید میکنه که تفرجگاه ها، ساحل، دریا، جنگل، اینا همه زیر پوشش امنیتی خواهد بود. یعنی اینا میرن مردم رو آزار بدن، اینا میرن مردم رو آزار. اصلا چنین چیزی در تاریخ بشریت سابق نداشت که یک حکومتی از مجموعه توانایی های خودش بهره گیری بکنه، از قوای قهریه برای آزار دادن مردم، ببینید فرزندان مردم، بچه های این کشور. چنین چیزی نداریم. این برای اولین باره. امسال 7000 نیرو بسیج شده. هزینه هاش حالا فکر کنید چقدر خواهد شد برای مدت چند ماه، برای ایام تابستان که اینا بدن در شهرهای ساحلی و در سواحل و همینطور محیط های جنگلی یا تفرجگاه ها تخص بشن برای آزار دادن نسل جوان. مبادا اینا یک لحظه احساس امنیت بکنن، احساس آرامش کنن، مبادا فرصتی پیدا بکنن برای اینکه نفس بکشن، میخوان نفس رو از اونها بگیرن. این که میگم پاره از روحانیون دولتی در ایران دارن قبرستان رو برای تشیع احداث میکنن، حرفی که اضافی نیست. ببینید اینا چه نفرت و انزجاری در این نسل ایجاد کردن با این همه مزاحمتی که برایش ایجاد میکنن، این همه آزار و اذیتش. بخشی رو گرفتن توی زندان ها از میلیون ها تن فرار کردن در بیرون از مرزهای ایران، گروهی که در ایران مونده رو میخوان آسایش رو ازش سلب بکنن. این یک سیاست راهبردی حکومت جمهوری اسلامی است. سیاست راهبردی بریدن امان از مردم. اینا به نام مستضعف آمدن بر سر کار، به نام حمایت و پشتیبانی از مستضعف. اما دیگه امروز بر همه آشکاره که روحانیت از فقر مستضعف، از استیصالش داره ارتزاق میکنه. میخواد رست مستضعف رو بکشه، به فقیر کردنش، به اینکه رو به اعماق فقر به غلطونه بسنده نمیکنه. بیش از این میخواد، میخواد امان از مستضعف بگیره. این دیگه امر اثبات شده است. یه موقعی پاره با بدبینی به این نظریه گوش میکردن یا فکر میکردن امکان نداره. روحانیت که ما در سابق میشناختیم که خودش رو هوادار طبقه زحمت کش معرفی میکرد و معتقد بود که هر کاری باید انجام داد برای اینکه اینها بتونن از جا بلند شن. اما امروز اثبات شده در طی 40 سال که اینا فقط به فقیر کردن طبقه مستضعف و رنج دیده و زحمت کش بسنده نمی کنه. میخوان امان او رو ببرن، میخوان رستش رو بکشن، میخوان او رو به استیصال کامل در بیارن، میخوان او رو نقش زمین بکنن. حکومت آخوند اینطور اقتضا میکنه در طبیعت حاکمیت و حکومت روحانیت. برای همینه که بسیاری باور دارن که این حکومت داره گورستان تشیع رو از خود داره مهیا میکنه و آماده میکنه، چون دینه که این وسط، مذهب مردمه، باور اونهاست، اعتقاد اونهاست که داره نابود میشه و آسیب میبینه، مصدوم میشه، مجروح میشه. خب یه موضوع، یک گزارش آمده بود درباره قطع درخت در تهران، قطع باغات، از جمله همین باغی که کاظم صدیقی تصرف کرده بود، اشغال کرده بود و بالا کشیده بود. یکی از اولین کارهایی که کردن قبل از اینکه قضیه فاش بشه، زدن درختان تنومند بود. و این کارو میدونیم از مدت‌ها قبل تمام ایادی حکومت کردن، ببینید سوداگرانی که به حکومت وابسته هستن فقط برای همین، برای اینکه بتونن باغات رو تبدیل بکنن به برج و
ساختمان‌های مسکونی و بعد کسب درآمد. در تاریخ بخارا آمده که عبیدالله زیاد فرمانده عرب که مأمور شد سوی معاویه به خراسان و حاکم خراسان شد. نر شخی خیلی زیبا این سفر جنگی رو تصویر کرده در کتاب تاریخ بخارا، بسیار خواندنی است، در دوره سامانیان و به توصیه اونها این اثر نوشته شد. خب حمله میکنه، میرسه به قتیبه با سپاهیان خودش، میرسه به بخارا، به ایرانویچ. چی اونجا بر سر کاره؟ پادشاه کیست؟ زن. کتب اسلامی ازش به عنوان خاتون یاد میکنن. مادر تقشاده است، تقشاده ولیعهده، بچه خردسالیست، مادر شده پادشاه ایران. اما در کتب تاریخ اسلامی اسم پادشاه زن برده نمیشه، بعد از اون به عنوان مادر رخشاده یاد میشه. و اینکه زن زیبایی بود، بسیار بسیار مقتدر بود، بسیار مدبر بود. و چالش رو فکر کنید، در دوره اوست که سپاهیان نظامی معاویه میرسن به پشت دروازه های بخارا، شهر آباد، شهری که یک قطب اقتصادی، قطب قدرت بوده در اون منطقه از آسیا. یکی از فرامینی که خلیفه صادر میکنه از بغداد به کی؟ به همین عبیدالله زیاد، قطع درختان بخارا بود. هرچی درخت از اونجا قطع بکنه، چون گزارش رسیده بود که پاره از درخت ها رو چهره های مقدس مثل زرتشت، چون چندین درخت بود در اون مناطق بود در کاشمر که اینا منتسب بود به زبی، گفتن اینا رو زرتشت کاشته و مردم اونا تبسل می‌جستن و گرامی می‌داشتن این درخت ها، درخت های تنومند و قدیمی و قرنسان. تمام درخت ها رو بزنید، فکر کنید چه آشوب در این شهر ایجاد شد. شهری که مقاومت کرده بود در برابر سپاهیان و مهاجم عرب مدت ها، و این سپاهیان مونده بودن پشت قلعه ها و پادشاه خاتون در فکر این بود که با آمدن نیروهای کمکی از سوی ترک ها در آسیای میانه بتونه جبهه رو تشکیل بده، جبهه مشترک در برابر سپاهیان عرب بیستند، ایستادگی کنند، شهر رو نجات بدن. متاسفانه اونا دیر رسیدن، در دو هفته ولی خودشون رسوندن، جنگ مغلوبه شد، اونا ناچار به هزیمت شدن، فرار کردن. شمار زیادی از اونا کشته شدن، تعداد زیادی رو برده گرفتن، گویا 4000 تا. حالا بگذاریم از همین. قطع درخت، مردم همه بدبختی ها بیچارگی های خودشون رها کردن، آمدن اجنبی پشت دروازه های شهر، محاصره شهر، همه رو براموش کردن. الان مهم براشون نجات درخت های شهر. خاتون پیغام داد به بیرون از قلعه، به جایی که سپاهیان عرب اونجا اردوگاه زده بودن، پیغام داد به فرمانده که حاضر به معامله، هر چی بخوای میدم، از قطع درخت ها بگذر. صلح افتاد، آمده در کتاب نبی. به چی؟ هزار در هزار درم، هزار در هزار میشه 1,000,000. 1,000,000 درم این زن پول داد، بلکه فرمانده عرب رو راضی بکنه به اینکه از خیر قطع درخت بگذره. اینقدر اهمیت داشت حفظ درخت در میان، در فرهنگ ما. این توصیه هایی که در فرهنگ زرتشتی نسبت به حفظ حیوانات، ببینید این سمورهای آبی به صراحت آمده تصادفا که اینا چقدر مفیدن برای رودخانه ها، مبادا به اینا زیانی و به اینا آسیب برسه. اینا هستن که مسیر رودخانه ها رو تعیین میکنن.
اینا هستن که وجودشون ضروری است برای حفظ طبیعت یک رودخان و مسیر حرکت یک رودخان. حالا بگذاریم اینا رو به نقل از منوچهر پیروز میگم، استاندار فارس. محمد رضا شاه پهلوی دو دغدغه روزانه داشت، یکی به آسمان نگاه میکرد، یکی وقتی به شهرهای مثل شیراز به زمین نگاه میکرد. از کجا؟ از بالا، یعنی سوار از هواپیما که پیاده میشد، سوار هلیکوپتر میشد، اونو ببرن روی باغات شیراز در منطقه قصرالدشت. واقعا باغهای فوق العاده ای بودن، همه قدیمی کهنسال با درختهای کهنسال. یکی از دغدغه های محمد رضا شاه حفظ این باغات بود. میگن بعضی از درخت ها رو میشناخت. روی سر شب پرواز میکرده، میرفته به اون منطقه و باغها رو از بالا و گزارش رو دریافت میکرد. پیروز میگفت یکی از وظایف همه استاندارها در سراسر ایران این بود که هر روز باید گزارش به وزیر کشور میدادن و وزیر کشور این گزارش ها رو به پادشاه منتقل میکرد درباره آسمان و رفتار آسمان. آیا ابریست؟ نزول باران براش مهم، درخت براش مهم. در نتیجه قانون منع قطع اشجار رو توصیه کرد که سریعا تصویب بشه. قانون سخت گیرانه ای بود، کسی اگر باقی داشت درخت های باقیش رو میزد وابیلا بود. قانون جریبانش رو میگرفت و پدرش رو در میورد. اینقدر سخت گوش بود در این زمینه و تعصب داشت و میدونست چه اهمیتی داره درخت برای سرزمینی مثل ایران. درست مقابلش این اراذل اوباشی که امروز در ایران حاکمند و فقط به جیب خودشون فکر میکنن، به کیسه خودشون فکر میکنن. ایران منابعش، طبیعتش، مردمش، نسل جوانش اصلا اهمیت نداره، اصلا برای اونها اهمیت. محمد رضا شاه این خصوصیت رو داشت. اینا رو که من دارم بهتون میگم به نقل از منوچهر پیروز، استاندار فارس، که وظایفش هر روز صبحگاه این بود که خبر بده به دفتر وزیر کشور و وزیر کشور منتقل میکرد این گزارش ها رو به پادشاه که آیا در شیراز داره بارون میاد یا نه، هوا در چال. و توصیهش در مورد حفظ درخت در سراسر ایران، در سراسر این وظیفه فقط استاندار بگم، تمام استاندارها در سراسر ایران این وظیفه رو داشتن. حالا فکر کنید در جاهایی که خوشسالی میشد این مرد چه میکشید. دغدغه آب و هوای مملکتش رو داشت، این ویژگی او بود، این خصوصیت او. امروز وقت یک زن پادشاه، زن شریف، بزرگوار، پادشاه مملکت و از میهن ما بوده، در دوره جهرا وارد ایران میشن و بعد مردم بخارا رو وادر میکنن در اجتماع بزرگ، یعنی همه مردم احضار میشن، روز جمعه است برای خواندن نماز جمعه، هیچ کس هم نمیتونه، عربی بلد نیست، و به توصیه پادشاه اونا قبول میکنند که این مردم به زبان فارسی نماز بخونه، به زبان فارسی. خب در اینجا رو داشته باشید. این هم یه موضوع دیگه میخواستم به شما بگم و قیاس بکنیم مقایسه بود. چند شب پیش صدومین سال نیروی هوایی ایران بود. نیروی هوایی یعنی در دوره رضا شاه اولی کارخانه تولید هواپیما، نه خرید هواپیما، تولید هواپیما در ایران ایجاد میشه و رضا شاه اهمیت فوق العاده ای میداده، بعد هم که محمد رضا شاه. و این عشق علاقه ای که من دیدم در این مراسم به خلبان ها، فرماندهان نیروی هوایی نسبت به محمد رضا شاه داشتن، محمد رضا شاه پهلوی، شاه فرهنگ ایران، متوجه شدم به این علته که اینا شاه رو از جنس خودشون میدیدن و پادشاه خودش رو یکی از اونها فرض میکرد، از جنس هم بودن، چون پادشاه میتون رانند چی بود، خلبان بود،
یک خلبان برجسته و درجیک بود، یک خلبان برجسته و درجیک و یکی از نیرومندتری قدرت‌های هوایی دنیا رو و ایران در زمان او داشت. دکتر میلانی گفت یکی از بیشک یکی از ده قدرت هوایی جهان. و فکر کنید اگر امروز همون قدرت پیش آمده بود به طور طبیعی با ما چه وضعیتی داشتیم، نه فقط در زمینه نیروی هوایی نظامی، نه به قول دکتر میلانی این به اصطلاح ناوگان مسافربری ما در آسمان یعنی هما. نگاه کنید به کارنامش درخشان، یکی از بی‌حادثه ترین شرکت های هوایی دنیا و شماره دو در کنار جال ژاپن در سراسر دنیا از نظر میزبانی، از نظر میزبانی شماره دو، یعنی یکی از بهترین شرکت های هواپیمایی جهان بود. یعنی فکر کنید با امکانات اندک این نسل برای ایران چه کرد که ما شماری از اونها رو در همین شب دیدیم، از جمله فرمانده برجسته آقای مهرمن، سپهبد مهرمن، و دختر گلنار بود، دختر چهره حماسی نیروی هوایی یعنی جانبانی، و شمار زیادی از خلبانهای برجسته و بزرگی ما که در جنگ ایران و عراق هم مشارکت جدی داشتن و اگر پیروزی هایی به دست آمد به خاطر اونها بود، اینها به خاطر اینها و این حکومت نابالغ نالایق و ویرانگر این نیروی هوایی رو در مداخل کرد. حالا اون شب شاهزاده رضا پهلوی هم به این اجتماع بزرگ آمدن در کتابخانه نیکسون. اون چی که من دیدم میرانم، اون چی که من دیدم از مناسبات رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی با مردم، پیش از این هم در اجتماعات دیگه دیده بودم، متوجه شدم. خب یه روزی انتخاب مدیریت و هدایت اپوزیسیون ایران اختیاری بوده، امروز دیگه اختیاری نیست، حکم تاریخه، حکم تاریخ دیگه، رای برای خروج نیست، مردم اون رو انتخاب کردن. مردم تفاوتی که بین رهبر فرمانده یا مدیر وجود داره در همینه، مدیر و فرمانده لازم نیست که رابطه قلبی داشته باشن با کسانی که زیر دست اونها کار میکنن یا با اونها همکارند، مثلا فرماندهان که حتی بالعکس از قواعد جبری ممکن استفاده بکنن، از قدرت قهریه بهره بگیرن، حتی خشونت بکنن، یا مدیریت به هر شکلی هر سیاستی رو که روادی اعمال بکنه برای که بدون کار رو پیش ببره. رهبر اینگونه نیست، رهبری رابطه قلبی داره با کسانی که اونا رو داره هدایت میکنه و باید این مردم اکثر اون رو پذیرفته باشن. و من اون شب متوجه شدم که امواج احساسات ملی و تاریخی که در ایرانیان پدید آمده از زمان جنبش زن و زندگی آزادی کار خودش کرده، مثل رودخانه ایشون رو پیش برده، رو دیگه راه برای برگشت نیست. و واقعا وقتشه که تمام نیروها، تمام گروهها یک کمی از این تکبر و تبختر سیاسی دست بردارن، همه تمکین بکنند از رأی مردم ایران، رأی بالاخره اکثریت مردم ایران، بالاخره رأی اکثریت مردم ایران، اینا این رو میخوان. ایران هم در یه موقعیت خطیری قرار گرفته، این فرصت ممکنه دیگه دست نده، با نباید فرصت سوزی کنیم، همه در کنار هم زیر یک شب قرار بگیریم و بپذیریم بالاخره باید یک نفر در رأس این
این کار تاریخی باشه. رضا کیهان عزیز برنامه ایجاد کرد، وقتی ما تمام شد خیلی حرف بود، بماند برای جلسه بعد.